سلام به بینندگان عزیز کانال کلونومی حالتون چطوره؟ تو این ویدیو نسخه سنتی آلمانی ها برای درمان گرفتگی رگ ها و همچنین درمان فشار خون بالا رو میخوایم بهتون بگیم و خوشحال میشم که ویدیوهای ما رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. باز شدن رکها برای حفظ سلامتی و جلوگیری از سکته های مغزی و قلبی امری حیاتیه. مردم کشورهای اروپایی از جمله آلمان از یه نسخه برای درمان گرفتگی رگ عفونت و سرماخوردگی استفاده می کردن. روش درمانی که اصولا توسط اعتباع قدیمی هر کشور تجویز می شده و بعد از مطالعه و آزمایشات با ساده ترین تجهیزات تایید و ارائه شده. باز شدن رکها و درمان عفونت و سرماخوردگی سیر، زنجبیل و لیمو زنجبیل سیر و لیمو محصول طبیعی هستند که به پاک کردن رگهای مسدود و عفونت ها کمک می کنند. این محصول فواید زیادی داره و در درمان بسیاری از بیماری ها موثره. مانند کاهش چربی خون، پاکسازی خون و بالا رفتن ایمنی بدن و حتی محافظت از قلب و جلوگیری از آسیب رادیکال های آزاد. در ادامه روش تهیه این داروی گیاهی رو براتون میگیم. مواد لازم: چهار عدد سیر، و زنجبیل چهار عدد لیمو و دو لیتر آب تکه های لیمو رو با سیر و زنجبیل مخلوط کنید و آب رو به اون اضافه کنید و چند دقیقه روی حرارت بذارید وقتی از دما افتاد اون رو داخل بطری شیشه قرار بدید دو فنجان قبل از غذا با شکم خالی بخورید و فراموش نکنید که حتما قبل از مصرف شیشه رو تکون بدید تا مواد با هم مخلوط بشه خواص سیر اینه که ضد باکتریاییه و همچنین آنتی اکسیدانه و ضد میکروب و ضد ویروسه خواص زنجبیل اینه که ضد ویروسه و با بیماری ها و باکتری ها مبارزه میکنه. لیمو هم خواص ضد ویروسی و ضد باکتریایی داره و به دفع عفونت ها و سرماخوردگی ها کمک میکنه. بعدی با استفاده از سیره سیر یکی از بهترین درمان های طبیعی برای شریان های مسدود شده است سیر با استفاده از قدرت خودش میتونه از گرفتگی رگها جلوگیری کنه سه حب سیر رو داخل یه فنجان شیر بجوشونید اجازه بدید تا شربت به خوبی خنک بشه و قبل از خواب بنوشید مصرف روزانه این مرجون برای رفع و درمان گرفتگی رگها بسیار موثره مورد بعدی با استفاده از فلفل قرمزه کفس سایسین موجود در فلفل از تجمع LDL یا کلسترول بد خون در رگها جلوگیری میکنه این ماده غذایی با کاهش سطح کلسترول بد در خون یکی از دلایل اصلی شریانهای مسود شده رو کاهش میده یک دوم قاشق چایخوری فلفل قرمز رو داخل یه فنجان آب گرم کنید و همچنین حلش کنید تا چند هفته روزی دو بار از این مرجون رو بنوشید مورد بعدی با استفاده از زردچوبه هستش با اضافه کردن یه قاشق چایخوری پودر زردچوبه و کمی اصل به یه لیوان شیر گرم مرجونی بسازید و نوشیدن اون رو روزانه یک الا دو بار در روز فراموش نکنید. همچنین میتونید با استفاده از زردچوبه و زنجبیل در طبخ غذا از گرفتگی رکار جلوگیری کنید. مورد بعدی شربت لیمو هستش. آب یک عدد لیموی متوسط رو با کمی اصل و پودر فلفل سیاه در یه لیوان آب گرم مخلوط کنید و روزانه یک الا دو بار از این مرجون بنوشید. مورد بعدی دمنوش زنجبیل هستش همچنین میتونید خود زنجبیل رو هم به صورت خام یا با استفاده از کپسول زنجبیل استفاده کنید برای دمنوش زنجبیل یا قاشق چایخوری زنجبیل رنده شده را به یه فنجان آب گرم اضافه کنید و اجازه بدید تا 5 دقیقه به حالت دم کشیده چای باقی بمونه این چای رو دو سه فنجان در روز بنوشید تا رگ‌های گرفتتون باز بشه مورد بعدی تخم شنبلیله هستش یا قاشق چای خوری تخم شنبلیله رو یه شب خیس بدید و صبح روز بعد دانه های خیس خورده رو با کمی آب مخلوط کرده و ناشتا میل کنید و مورد آخر گلگاو زبان هستش برای باز شدن رگ های قلب گیاهی بسیار موثرند شما میتونید برای این منظور 15 گرم گل گاوزبان و 15 گرم بادرنج بویه رو در یه لیتر آب بجوشونید و اون رو از صافی رد کنید به این محلول یه لیوان عرق بیدمشک و گلاب و چند پر زعفران کوبیده اضافه کنید و با 250 گرم اصل مخلوط کنید و روزانه سه استکان از آن را میل کنید مرسی از همراهیتون تا آخر این ویدیو خوشحال میشم که نظراتتون رو با ما در اشتراک بذارید و تا ویدیوی بعدی شب و روزتون خوش و خدا یار و نگهدارتون